اقتصاد از لفظ اویکونوموس که یک واژه یونانی هست اقتباس شده. خب اقتصاد اویکونوموس دقیقا یعنی تدبیر منزل، یعنی علمی که در ایران در قدیم وجود داشته، سیاست مدن و تدبیر منزل. اون تدبیر منزل ابتدای اقتصاد بوده، یعنی کسی که یک خانواده را اداره می کند. پس تدبیر منزل هست. خب از همینجا آقای منکیو شروع میکنه، میگه اقتصاد و خانوارها اشتراکات زیادی دارند. چه اشتراکاتی؟ شما چه وزیر اقتصاد یک کشور باشید، چه رئیس بانک مرکزی یک کشور باشید، چه معاون اقتصادی رئیس جمهور یا خود رئیس جمهور یک کشور باشید، یک سری تصمیم باید بگیرید. خب ببینید مسئله همینه، یعنی یک سری تصمیمات باید گرفته بشه در علم اقتصاد، چه در فرد باشه، چه خانوار باشه، چه بنگاه باشه، چه کل کشور باشه، اقتصاد جهانی باشه. ببینید با تصمیم مواجه هستند افراد، با تصمیم مواجه هستند، منتها یک مسئله وجود داره. این تصمیم در شرایطی گرفته می شود که منابع کمیابه. اصلا جایی که منابع کمیاب نباشه ما روی اون تصمیم گیری نمیایم بحث کنیم. نقل فرمودید؟ مثلا مثال میزنم خدمت شما. الان شما در این کلاس حضور دارید، دارید تنفس میکنید. در محیطی که شما هستید و من هستم، ما کمبود اکسیژن و کمبود هوا مواجه نیستیم. ممکنه شما ارادی یا غیر ارادی تصمیم بگیرید که تنفس کنید، اما ما نمیایم این در واقع تصمیم ارادی یا غیر ارادی شما را اصلا نمیایم بحث کنیم، چون این منبع کمیابی نیست. یا شما در کنار یک برکه زندگی میکنید، مثلا بشر اولیه که 11500 سال پیش در غرب سوریه و شمال لبنان برای اولین بار سکنا گزیدند و بعد اولین شهرهای دنیا در منطقه ایران و منطقه بین النهرین در عراق به وجود آمدند. ببینید منبع آب اون زمان دجله و فرات که در بین النهرین بین دجله و فرات افراد شروع کردن زندگی کردن و شهرها ساخته شدند و تمدنها برای اولین بار شکل گرفتند، یا در کنار رود جیرفت و هیرمند مثلا در منطقه جیرفت، یا در کنار نزدیک به مثلا در سیستان و بلوچستان که شاید در این جاها اولین سکناگزینی‌ها در دنیا و اولین تمدن‌های دنیا شکل گرفته، شما ملاحظه می‌کنید که در ابتدا با کمبود آب مواجه نبودند و وقتی کمبود آب نبود پس بنابراین تصمیم گیری هم معنا نداشت. یا در منطقه مرکزی آفریقا زیر صحرای آفریقا که بارندگی همیشه از بهترین آب و هوا در دنیا در همین منطقه آفریقا هست، در مثلا کشوری مثل زامبیا هست، خب اینجا درختان میوه بوده، همیشه در واقع محصولات کشاورزی بوده و انسان اولی از این محصولات استفاده میکرده، بنابراین مسئله کمیابی مورد توجه انسان شاید انسانها نبوده در اون زمان. البته کمیابی های دیگری بوده، ولی از این نظر شاید مثلا در برخی جاها ممکنه مثلا غذا کمیاب نبوده، بنزه کافی غذا وجود داشته. اما مخصوصا در زندگی مدرن تخصیص منابع کمیاب بسیار مهمه. دقیق می‌فرمایید. و ما در اقتصاد با این مسئله روبرو هستیم که خانوار وقتی میخواد تصمیم بگیره یا کشور وقتی میخواد تصمیم بگیره برای تخصیص منابع کمیاب چگونه تصمیم میگیره. ما در علم اقتصاد خرد نمیایم توصیه های فرهنگی و اخلاقی بکنیم روی تصمیم گیری افراد، ولی منکر این قضیه هم نیستیم، یعنی اصلا تحلیلمون رو نمیبریم به این سطح که بگیم شما در تصمیم در ترجیحات خودتون اشتباه میکنید که ممکنه اشتباه باشه. ما برداشتمون این هست که هر کسی یک ترجیحاتی داره و به دلیل منابع کمیاب بر اساس اون ترجیحاتی که دارد یک انتخابی خواهد کرد. حالا ممکن این ترجیحات خیلی متفاوت باشه. من خاطرم هست یک زمانی من امریکا زندگی میکردم، یک در واقع همخونه ای امریکایی داشتم و ایشون یکی دو بار منزل یکی از دوستان ایرانی ما اومده بود، بعد میگفت ایرانی ها چرا اینجوری هستن؟ گفتم چجوری هستن؟ گفت اصلا ایرانی ها همشون انگار که همشون شاه هستند. They live like kings.
مثل شاهان زندگی میکنند. خب خونه این دوست ایرانی ما که اومده بودن یه چیز طبیعیه برای ایرانی. ایرانی باید خونش تمیز باشه، ایرانی باید مثلا دستشویش تمیز باشه، خیلی طبیعی اینا برای ما دیگه. ایرانی نمیتونه مثلا ظرفاشو مثلا غذا بخوره تو ظرفش نشسته بذاره دوباره بره تو هم غذا بخوره، این فرهنگ ایرانی نیست. خب این برای ما خیلی عادیه، ولی برای فرهنگ دیگر عادی نیست. دقت میفرمایید؟ یا اینکه شما کفشتو دراری وارد یه خونه بشی که برق میزنه یا جارو شده. خب دوست امریکایی ما تا توی تخت با کفش میرفت، یعنی توی تخت کفششو کنار تخت خوابش کفششو در می آورد. دقت میفرمایید؟ خب این که یک هنر بسیار ارزشمند دست بافته با نقش و نگار باور نکردنی شما تحت عنوان فرش ایرانی بندازی تو خونت بروش را بری، اصلا برای بسیاری از مردم جهان قابل تصور نیست. خب ما یک پریفرنس خاصی داریم. من اینو میخوام برای شما مثال بزنم و مقایسه کنم با یک فیلمی که یک زمانی من میدیدم. این فیلم در نروژ ضبط شده بود. دو تا فرد بودن در این فیلم، یک فرد بسیار ثروتمند و یک فرد بسیار فقیر. از یک جهت زندگی این دو فرد خیلی به هم شباهت داشت و من مطمئنم کارگردان فیلم مثلا متوجه این در واقع تشابه این دو فرد نشده بود. ببخشید گفتم فرد داشت، شباهت داشت. زندگی دو تا فرد، یکی فقیر یکی غنی، بسیار به هم شباهت داشت. اون فرد فقیر در یک اتاق زندگی میکرد و هیچی نداشت. اون فرد ثروتمند در یک ویلای بسیار باشکوه زندگی میکرد که دورش شیشه بود. دقت میفرمایید؟ و تا اونجا که خاطرم از روبه مثلا روبه یک دریاچه بود با یک منظره باور نکردنی. اون فرد فقیر فقط در اتاقش یک میز داشت، یک صندلی داشت و یک کامپیوتر که اونجا مثلا تلویزیونم اونجا میدید، این تلویزیونم داخل کامپیوتر میدید. اون فرد ثروتمند این خونش در واقع خالی خالی بود، این اتاق نشیمن بسیار بزرگ خالی بود، یک مبل بسیار زیبا وسط این چیز بود، وسط این خونه بود، وسط این حال بزرگ بود و یک تلویزیون جلوش. دقت می‌فرمایید؟ اون چیزی که برای من ایرانی اصلا قابل تصور نیست این سادگی زندگیه در کشوری که بالاترین استاندارد زندگی در دنیا رو داره. این نروژ با توجه به درآمد نفتی که داره، درآمد سرانه بسیار بالاتر از بقیه کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا است. هم اون ثروتمنده هم اون فقیره چیزی نداشتند، یعنی زندگی ابزار مادی رو وارد زندگی داخل منزل نمی کردند. دقیق می فرمایید؟ این یک فرهنگیه که طرز تفکرش ما فرق داره. من یک کتابی رو خدمتتون مثال میزنم. این کتابی است که من خوندم خیلی زندگی من تغییر کرد. ببینید، بله دیده نمیشه. بله هستش، استافوکیشن. خیلی هم اسم زیبایی. آقای والمن، جیمز والمن، خیلی اسم زیبایی رو انتخاب کرده، استافوکیشن. چرا اسم زیبایی؟ استاف یعنی ابزار، یعنی وسایل، وسایل خونه رو مثلا میگیم استاف. سافوکیشن یعنی خفگی، استافوکیشن یعنی خفگی به خاطر وسایل. خب ایشون اومد یک فرهنگی رو مطرح کرد که عزیزان من، وقتی که شما زندگی مادی دارید، حتی این از چیز بیرون نیومده بود، از اخلاقیات و اینا بیرون نیومده بود. یعنی نمیگفت مثلا ما از مسیحیت الهام گرفتیم یا از یهودیت یا از اسلام یا از بودایی از بودا ما الهام گرفتیم که مثلا ساده زندگی کنیم. نه، میگفت شما اگه میخواید خوب زندگی کنید، میگه استاف دور خودتون جمع نکنید، زندگی مادی تو متریال رو کاهش بدید، در زندگیتون چیزی نخرید، از لباسای قدیمیتون استفاده کنید، لباس با کیفیت بخرید ولی لباس زیاد نخرید، غذای با کیفیت بخورید ولی غذا زیاد نخورید، زندگی با کیفیت داشته باشید ولی زندگی ولی وسایل زندگی لازم نیست داشته باشید. بعد میگه خب شما پول سیو میکنید، این پول رو چیکار کنید؟ میگه به جای اینکه صرف متریال بکنید، صرف تجربه یا اکسپریانس بکنید. ببینید این یه تفکریه که اصلا در ذهن من ایرانی نبوده. دقت میفرمایید؟ و این خیلی مهمه، ما میتونیم روی مسائل هم بحث کنیم. دقت میفرمایید؟ یعنی چی؟ ایشون میگه برید به سفر برید. و اگر شما الان انگلیس تشریف ببرید یا مثلا نروژ تشریف ببرید، میبینید که ممکنه که مثلا اتومبیل مدرن نداشته باشه طرف، حتی اصلا اتومبیل نداشته باشه، با یک اسکوتر بره و بیاد، با دوچرخه بره و بیاد، یا پیاده مسافرت کنه، یا یک اتومبیل خیلی کوچیک داشته باشه. ولی همین فردی که اتومبیل کوچیک داره
و من ایرانی اون فرد رو احمق میدونم که توانایی خرید مرسدس بنز رو داره، توانایی خرید یک لگزس آخری مدل رو داره ولی نمیخره، و در کشور هلند همه جامعه با دوچرخه سفر میکنند، رفت آمد میکنند. خب همین افرادی که با دوچرخه رفت آمد میکنن پولشون رو جمع میکنن، آخر سال میرن مثلا از آفریقای جنوبی دیدار میکنن، مثلا میرن ببینن که حیوانات در حیات وحش چگونه هستند، یا صحرا، زندگی در صحرا چگونه است، یا زندگی در جنگل چگونه است، یا میرن ببینن که آثار باستانی چگونه است، میرن آشنا میشن با تمدن‌های گذشته، با تاریخ جهان آشنا میشن. اینم یک نوع زندگی کردنه که ممکنه برای من ایرانی این بسیار در حکم کفر باشه و برای من بوده. شخص بنده خاطرم هست در دبی وقتی که من زندگی میکردم در یک جمع ایرانی که بودیم، حتی من میدیدم که با تمسخر و تملق صحبت میکردن، در حالی که اون زمانی که این صحبت ها میشد بنده وی پی سیتی بانک بودم، بنده وی پی سیتی بانک بودم، ولی چون به یک دلیلی یک ماشین کاملا نو ولی نه ماشین لوکس، نه مرسدس بنز S500 و S300 نخریده بودم و یک ماشین معمولی تر از اینها داشتم، شما نمیدونید چه جور برخورد میشد. در حالی که زندگی من و تصمیمات من و بر اساس تفکر و فرهنگ و تجربه که داشتم به نظر خودم خیلی بهتر از این عزیزان بود، ولی عزیزان حاضر بودن که مثلا دوره اقتصاد خرد رو شرکت نکنند ولی یک مبل بیشتر در منزلشون باشه، یا یک مهمونی بیشتر در سال بدهند و فخر فروشی بکنند برای همدیگه. اینها ببینید، من میگم اینها مطالب مهمیه، من نمیگم اینها مهم نیست، ولی موضوع علم اقتصاد این نوع تصمیمات نیست. یعنی من در علم اقتصاد خود نمیرم قضاوت کنم بین اونی که به جای این که بره مثلا دانش بیاموزه میره مهمونی برگزار میکنه، من نمیام قضاوت کنم بین این دو. اینکه قضاوت میکنم نه اینکه اینها مهم نیستن، نه، موضوع علم اقتصاد این نیست. پس اینو در نظر داشته باشید. منابع کمیاب، وقتی که تصمیم گیری در مورد منابع کمیاب مطرح می شود، علم اقتصاد به خصوص علم اقتصاد خرد حالا حضور و ظهور پیدا می کنه. اما وقتی که افراد منابع رو در نظر می گیرن و منابع کمیاب رو در نظر می گیرن، توانایی هاشون رو در نظر می گیرن، زمان رو در نظر می گیرن، تلاش هایی رو که می کنن در نظر می گیرن، خواسته هایی رو که دارن در نظر می گیرن، بنابراین تصمیمات افراد به همین سادگی که ما از بیرون داریم قضاوت میکنیم به همین سادگی نیست. ممکنه افراد شهودی تصمیم بگیرن ولی پشت این شهود افراد، پشت رفتار افراد یک دنیا تجربه خوابیده. و بنابراین خیلی سخته که افراد از تصمیم خودشون باز داریم. ببینید خیلی خیلی، شما اگر با اون فرد بالاخره مثلا نروژی اگر صحبت کنی، بگی شما چرا سفر میری، چرا میری آموزش زبان جدید میآموزی. من خاطرم از دانشگاهی که من تدریس میکردم، دانشگاه وولنگون که من بودم، یه خانم امریکایی بود اونجا، چیز بود اونجا تدریس میکرد، استاد اونجا بود. شوهر ایشون یک آقای استرالیایی بود که ایشون متخصص زبان کامبوجی بود. حالا شما به من ایرانی بگو برو زبان کامبوجی یاد بگیر، اصلا ببینید من زبان کامبوجی، اگر من برم زبان کامبوجی یاد بگیرم نمیتونم ازدواج بکنم، دقیقا میتونم نمیتونم کار پیدا کنم، من زندگیم از بین میره اگر زبان کامبوجی یاد بگیرم. دقیقا میفرمایید؟ یعنی شما میبینید که حتی در عرصه حتی آموزش دینی هم فرد حاضر زبان انگلیسی یاد بگیره مثلا برای تبلیغ دینی، ولی حاضر نیست زبان کامبوجی یاد بگیره، حاضر نیست زبان سواحلی یاد بگیره. دقت میفرمایید؟ بنابراین این تصمیم های ساده نیست و بستگی به نرم ها داره و تغییر نرم ها کار اقتصاددان نیست.